اینم یک مورد هست که دوستان بسیار مهم است. اگر ایمنی طیور پایین بیاد، در واقع شما روز به روز باعث ضعف طیور خواهید شد. سلام، از مجموعه فارم فا در خدمتون هستیم. این جلسه میخوام در رابطه با مهمترین اهداف تهویه در سالن‌های مرغداری مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. طیور هم همانند سایر موجودات زنده به اکسیژن نیاز دارند، به دفع دی اکسید کربن نیاز دارند، به هوای سالمتری نیاز دارند تا راندمان خودشون رو نشون بدن، تا پتانسیل ژنتیکی خودشون رو نشون بدن. و همین طریق هر چقدر ما بتونیم هوای سالم و مناسبی رو در سالن خودمون داشته باشیم، به همون اندازه ما بازدهی خوبی خواهیم داشت، تولید خوبی خواهیم داشت، کیفیت لاشه ما مناسب خواهد بود، همچنین پتانسیل ژنتیکی بالایی رو طیور از خودشون نشون میدن. اما این اهداف رو خدمت دوستان توضیح بدیم و بگیم که در حین تهویه ما دنبال چه منظوری هستیم. میخوایم در واقع به هنگام تهویه سالن و استفاده از دستگاه های تهویه چه گازهایی رو به بیرون هدایت کنیم تا اون سالن استاندارد و مناسبی رو برای تولید داشته باشیم. نکته اول خارج کردن CO2 هست یا دی اکسید کربن هست که حدود 3000 پی پی ام باشه این میزانش. اینو دوستان مد نظر قرار بدن. در دفترچه‌های راهنمای پرورش طیور همون واریته که شما نگهداری میکنید توضیحات لازم هم داده شده، حتما اون دفترچه‌ها رو هم مطالعه کنید. نکته بعدی تامین اکسیژن کافی، همون در واقع 19.6% رو رعایت کنید. این رو ما نیاز داریم برای تهویه و اینکه سالن مناسبی از نظر اکسیژن داشته باشیم بتونیم طیور خوبی رو پرورش بدیم. نکته بعدی خارج کردن آمونیاک و گازهای آمونیاک از داخل سالن هست که به کمتر از 10 پی پی ام و 10 قسمت در میلیون اینها رو باید برسونیم تا محیط و هوای سالمی رو برای طیور فراهم کنیم. نکته بعدی خارج کردن آب و رطوبت نسبی از سالن هست. رطوبت نسبی داخل سالن رو اگر ما بتونیم بین 65 تا 70 نگهداری کنیم برامون بسیار مناسب هست. 60% هم خوب هست. منتها رطوبت نسبی داخل سالن بستگی به دما داره. همون TSI رو اگر شما بتونید رعایت کنید و مجموع اینها رو بتونید در حد استاندارد و اپتیموم 110 نگهدارید، برامون بسیار عالی خواهد بود. نکته بعدی خارج کردن مونوکسید کربن هست. این هم در حد 10 پی پی ام باید باشه که اون آزارهای در واقع کشنده رو در سالن ما نداشته باشیم. مورد بعدی تخلیه ذرات و مواد مضر و بیماریزا از داخل سالن به بیرون هست. اینم بسیار اهمیت داره که در اسلاید بعدی من خدمت دوستان توضیح خواهم داد. مورد بعدی خارج کردن گرد و غبار هست. گرد و غبار مشکلات بسیار زیادی رو در سالن برای طیور ایجاد میکنه. مشکلات تنفسی، بیماری های مختلف که این هم در اسلاید بعدی خدمت دوستان من توضیح خواهم داد چه مشکلاتی ما در حین گرد و غبار در سالن های خودمون خواهیم داشت. مورد بعدی کنترل درجه حرارت داخل سالن هست. ما از طریق تهویه دمای داخل سالن خودمون رو هم کنترل میکنیم. در نقاطی که معمولا گرمای زیادی هست، یعنی در اقلیم هایی که ما گرمای بالاتر از 35 درجه رو داریم، تهویه برامون اهمیت بسیار زیادی داره. و در آخر خارج کردن گاز CO2 هست که این هم باید به صورت مجاز باشه و بیش از اندازه باعث آزار طیور میشه و راندمان تولید رو پایین میاره. در این اسلاید همونطور که در اسلایدهای قبلی هم توضیح دادیم، در مورد گرد و غبار مسائل رو خدمت دوستان عرض میکنیم که بیشتر متوجه قضیه باشن، در سالن‌های خودشون بتونن گرد و غبار رو کنترل کنن. در مورد گرد و غبار در اسلاید قبلی توضیحات لازم داده شد. در این اسلاید میخوام به صورت تخصصی در مورد گرد و غبار توضیح بدم خدمت دوستان که ببینیم چقدر مشکلات رو در حین تهویه به وجود میاد. یه مقدار من تصویر رو بزرگتر میکنم. در سمت چپمون در واقع اینجا گرد و غبار رو اگر ما در نظر بگیریم، در سمت چپمون علت‌های
گرد و غبار رو توضیح داده و در سمت راست بیماری ها هم به دنبال اون گرد و غبار ها پیش میاد و اینا رو هم باید حتما در سالن ها کنترل کنیم. مورد اول فیدر دبرایز یعنی بقایای پرها هستن، اینها انتقال میدن گرد و غبار رو با خودشون، چون خودشون سبک هستن در حین تهویه اینها هم جابجا میشن. فید دبرایز بقایای در واقع خوراک ها هستن، اینها هم اگر ریز باشن اینها منتقل میشن. نکته بعدی دراپینگ، گرد و غبار هایی که در واقع پرتاب میشن به این ور اون ور از روی بستر، از روی دیوارها و قسمت های مختلف سالن به نقاط سالن و نقاط مختلف سالن اینها حمل میشن. نقطه بعدی اسکین هست، به معنی پوست هست که جذب پوست میشن این گرد و غبارها، راندمان رو میارن پایین. مورد بعدی لیتر دبرایز هست، یعنی اینکه بقایای خود بستر هست. در مورد بستر هم یه مقدار توضیح دادیم، گفتیم که بسترهایی که میخواید بخرید حتما سعی کنید که این بسترها آلوده به گرد و خاک نباشه، بسترهای سالمی باشن که در حین تهویه در سالن شما گرد و خاک بلند نشه. اما در سمت راستمون چه اتفاقاتی میفته وقتی شما گرد و غبار در سالن خودتون دارید، چه مواردی پیش میاد؟ مورد اول اینکه بیماری های باکتریایی ایجاد میشه در اثر ایجاد گرد و خاک. مورد بعدی بیماری های ویروسی، فانگی، بیماری های قارچی و پارازیتیک اگز، یعنی در واقع اون تخمه های انگل به نقاط مختلف سالن پراکنده میشن و باعث بیماری میشن. این رو هم دوستان مد نظر قرار بدن. سعی کنید که شما گرد و غبار رو در سالن خودتون با تهویه مناسب حداقل 2 متر بر ثانیه بتونید کنترل کنید تا هوای مطبوع و سالمتری رو داشته باشید. در اسلاید بعدی تأثیر آمونیاک رو خدمت دوستان توضیح میدیم که این دوتا چون خیلی مهم بودن و آمونیاک در سالن‌ها بیشتر معمولا تولید میشه و چه عوارضی داره، این رو هم خدمت دوستان بگیم که تهویه مناسبی داشته باشن بتونن آمونیاک رو از سالن خودشون به بیرون انتقال بدن. دوستان ببینید، مورد اول ریسپیراتوری سیستم، روی سیستم تنفسی آمونیاک در واقع تأثیر میذاره، روی سیستم تنفسی و بیماری های تنفسی و سوزش هایی رو در سیستم تنفسی ایجاد میکنه که منجر به بیماری میشه. نکته بعدی روی بیماری نیوکاسل هست که طیور رو حساس به بیماری نیوکاسل میکنه، اینم دوستان مد نظر قرار بدن. نکته بعدی سکسوال ماتیوریتی، این که بازدهی تولید مثل، یعنی اگر شما بخواید در واقع از اینها تخم مرغ نطفه دار بگیرید، گرد و غبار باعث میشه میزانش پایین بیاد و این چنین مشکلاتی رو در سالن براتون ایجاد کنه. مورد بعدی باکتریال اند ویریال دیزیز، بیماری های ویروسی و باکتریایی به دنبال بیشتر شدن آمونیاک در سالن براتون ایجاد میشه. دوستان در تهویه دقت لازم رو حتما داشته باشید. نکته بعدی ایمینیوم سیستم، اون سیستم ایمنی طیور رو تحت تاثیر قرار میده و میزان ایمنی طیور رو پایین میاره. اینم یک مورد هست که دوستان بسیار مهم است. اگر ایمنی طیور پایین بیاد، در واقع شما روز به روز باعث ضعف طیور خواهید شد، طیورتون و پرنده هاتون کاهش وزن خواهند داشت، به بیماری های مختلف دچار خواهند شد. این ایمنی طیورتون رو سعی کنید همیشه بالا نگه دارید، از طریق مولتی ویتامین، از طریق هوای سالم، دمای سالم، رطوبت مناسب، که بتونید پرنده های مناسبی با کیفیت لاشه مناسب داشته باشید. و نکته آخری که خدمت دوستان ما توضیح بدیم، بحث تأثیر بر روی چشم طیور هست، باعث التهاب در واقع چشمای طیور میشه. اگر چشمای طیور ملتهب باشن، این انتقال بیماری ممکنه از طریق اینها صورت بگیره، مشکلاتی رو برای طیورتون ایجاد بکنه. اینها دو نکته در رابطه با تهویه و مشکلاتی که اینها باعث میشن، آمونیاک و گرد و غبار باعث میشن، این رو خدمت دوستان برها شرح دادیم تا در سالن خودتون، در سالن های مرغ‌های گوشتی، تخم‌گذار این رو کنترل کنن، مانیتورینگ کنن تا این مسئله در سالن حل بشه و
تیوری با کیفیت بالا، با راندمان تولید بالا و در واقع با ضریب تبدیل پایین بتونید هزینه های خودتون رو پایین بیارید و سود بیشتری رو از قبل مدیریت خودتون داشته باشید. خیلی ممنون که تا آخر جلسه با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایکاتون نره. اگر در رابطه با تهویه در سالن‌های مرغداری دوستان سوالی داشتن، حتما سوالات خودشون رو برامون کامنت کنن تا در اسرع وقت به سوالات عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.